داریم لایو که دوستان روی فیسبوک، فقط یکی یاد ما بده روی فیسبوک ما چجوری دوستان رو دعوت کنیم. یعنی من به اونا گفتم اگر فالو کنن یا سابسکرایب کنن، نمیدونم، وقتی ما برنامه زنده شروع میکنیم گویا براشون یه نوتیفیکیشن میفرسه. من امروز قرار بود با یک دوستی صحبت کنم، یعنی دیروز، ولی دیروز حالم خیلی بد بود به خاطر یه آلرژی، اصلا صدام در نمیمد و گلها هم زیباییشون برای ما هزینه داره. قرار گذاشتم امروز، ولی نمیدونم که ایشون اون نوشته های من رو دیده یا نه. در هر صورت امیدواریم دیده باشه. ما بریم اینجا روی صفحه شخصی خودمونم تا یادمون هست این رو شیر کنیم با دیگران و بیایم سراغ شما با سلام و احوال پرسی. اینجا میگیم بله، اینجا نوشتم امروز دوشنبه برنامه زنده سوربی با مردم از تلویزیون مردم، فالو کنید، سابسکرایب کنید، لایک بزنید تا خبردار شوید. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. امیدوارم که توجه کنید. و اینجا هم میذاریم پیج، میگه کدوم پیج، میگیم همون پیجی که لیلا خونه داره، سویچ. من نمیدونم مثلا این میگه چه سویچ کنیم، خب صدا هم داره، چرا ما باید سویچ کنیم وقتی میخوایم شیر کنیم؟ اینجا رو بستیم و اینم فیسبوک، اینم لینکدین. چقدر چی داریم از صبح که بلند میشیم باید اینا رو چک کنیم. آخرم یه دوست میگه من برات توی برنامه یه چی فرستادم، میگم کدوم برنامه، میگه فلان برنامه، میگم آقا من اصلا اونو ندارم استفاده نمیکنم. خب بیایم ضبط رو شروع کنیم و برنامه رو شروع کنیم، یه 10 دقیقه هم زودتر از برنامه. و اینجا ببینیم چیزی میگه که شیر کنیم با دوستان. create poll. آهان، میتونیم در این برنامه نظرخواهی هم بکنیم که مثلا شما چند درصدتون با این موافقین، چند درصدتون با اون مخالفین و بنویسیم. به نظر میاد ما باید یه فکری برای این اینستاگرام بکنیم و برش گردنیم از این وری به اصطلاح کار کنه که این نوشته ها رو من بتونم بخونم. من نمیدونم این نوشته باقر رازگار، رزگار. آها خب این که از دوستامون هستن. اینجا هم رزگر، بله بله بله، خیلی ممنون، متشکرم، به دوستانم خبر بدین. ولی ظاهرا این روزا از این پرستوهای اینترنتی خیلی زیاد شدن. مواظب باشید دوستان، گولشون رو نخورید. من تاریخ رو بذارم رو برنامه و بریم که بریم. پس متوجه شدید چقدر کار میگیره وقتی تازه همه چیتون ردیف باشه، همه چیتون رو شروع کرده باشین، تو استودیو باشین، بعد بخواین فقط برنامه شروع کنید، اینقدر باید عدد و رقم هی بزنید به این بسرا دستگاه تا شروع بشه. اینم شروع شد، افکت 3 هم اینجا بیاد. دوشنبه 28 فروردین، بله بسیار عالی. من اینم را بندازم 10 ثانیه. بله افکت 1 2 3 4 5 6. اینا تمام اینفورمیشن هایی که شما میتونید با ما تماس بگیرید. اینجا اسم آقای مسعود کردار هست چون آخرین مهمان برنامه ما بودن و الان زدم که پاک بشه، اینو سیف کنم برای برنامه های آینده. خیلی هم خوب دوستان، باور کنید که داریم میایم سراغتون چه شود. خب و اما قبل ماهاتون رو برگردوندین، حکومت اسرائیل رو سرنگون کردین، یعنی دیگه اینا کار احمقانه ای نیست که انجام ندن. حتما میگین سوربی دیوونه شده چی میگه، اینها بهتون نشون بده. برگرداندن قابلمه غذای طلاب اینجاست. یک لحظه اینو میذاریم سکرین کپچر. بله اون وقتا اینا رو خیلی زود چیز میکردم، الان یک کمی کپچر. اوکی میگه 16:9. اینم ما میذاریم اینجوری. بله
صفر بشه. اینم اینجا اسکرین کپچر براریو اینجاست اسکرین کپچر داره میچرخه فعلا برای خودش. حالا حرف ما رو قبول کنید. نوشته برگرداندن قابلمه غذای طلاب برای سرنگونی اسرائیل. یه مشتی دختر بیچارهی که 40 سال 30 سال 20 سال هرچی سنشونه گوش دادن به تلویزیون آخوندا، حالا اونا شدن طلبه، اینا میخوان بشن بسن دارن کلیمیا خاخام، اینا بشن خانم آخوند. خلاصه نمیدونم اصلا مغز آدم به قول چیز میگه مغز آدم جوش میاره یا میگه مغز آدم سمی کار میکنه. شاهین میگه شاهین هم حسابی گرفتار کار، خیلی با ما در تماس نیست. شاید من چون برنامه کم دارم خیلی با این دوستان چیز نیستیم، در مراودت مراودت میگن چی میگن، یعنی رفت آمد و این چیزا. بله این یکی درست شد کپچر 16:9. دوباره یه بار انجامش میدم ببینم کار میکنه. بله کامرای 3 درست شد به جای کامرای 2. بله میبینید این خبرم از خبرنامه گویا است، برگرداندن قابلمه غذای طلاب برای سرنگونی اسرائیل. میام یکم بالاتر اینو کلیک میکنیم. همه با هم برای واژگونی صهیونیست، پویشی برای حمایت از مردم فلسطین. طلاب حوزه علمیه خواهران مراغه با شرکت در پویش مغلوبه با زنان در قدس شریف همصدا شدند. شما ببینین واقعا دارن اینا به کجا میرن، چه مسخربازی های وقت تو خود تلویزیون های ایرانی چه بحث ها و گفتگوهای میشه راجع به این که اینا نتونستن از قیمت مرغ گرفته تا قیمت ماشین گرفته تا قیمت اجاره منزل و اینها تا پیدا کردن کار برای جوانان و الی آخر. و اما بیام یه مقداری راجع به شورای همبستگی و این شنگول منگول بازی هایی که بیرون از ایران اتفاق افتاده صحبت کنیم. اون روز دیدم آقای حسین راغبی که این بیچاره هی میاد زندان هی میره بیرون هی میاد زندان هی میره بیرون، این تازه فهمیدی که این اپوزیسیون خارج به درد عمشون میخورن و گفته خودتون باید یک کاری کنید و اینها. خیلی خوب آقا گفت از کرامات شیخ ما چه عجب، مشت را باز کرد و گفت یک وجب، یا شیره را خورد و گفت شیرین است. بمانه یکی دیگه از دوستان امروز من گفت آقا خبر داری از نشست دویابو؟ دیدید مثلا میگن نشست سران اسلامی، نشست اوپک، نشست. گفتم نشست دویابو این چه زبونیه؟ گفت آقا دویابو یکیش رضا پهلوی یکیش هم نتانیاهو داره میره اسرائیل، حالا میخواد بین این بدبخت هرچی اینجا گدایی کرد و اروپا رفت دیده هیچ بهش مل نمیذاره، حالا میخواد بره اسرائیل. احمق جون، اسرائیل خود نتانیاهو داره کباب میشه تو این کسافت هایی که چند سال گذشته خودش و زنش و پسرش درست کردن و تو بلند میشی میری اونجا. البته این به مردم دروغ میگه، هوا خوبه الان، بهترین هواست اونجا، میخواد بره کنار دریا و خوش بگذرونه و مفتخوری رو ادامه بده. خب اگر به انتظار رضا پهلوی بی حال نشستید دوستان، برید فکری کنید که ول نشستی. گفتن برو فکر نون کن که خربوزه آبه، حالا اقلا خربوزه آدم میتونست بخوره یه مزه، این که خربوزه هم نیست. کشتار ارمنی ها توسط ترک ها در سال 1915 و آقای اندی یه شعر و آهنگی درست کرده خونده. پتیک عزیزم لطف کرد و گفت که این رو از تلویزیون مردم نشون بده. روز 23 و اینجا هم بینویسم 23 و 24 آپریل هم که سالگرد این فاجعه هست در فیسبوک و بالاترین و اینها قرار میدیم. از پتیک ممنونم، از دوستی هم که از کانادا کمک کرد به اون خانم میرزایی و برادرش تشکر میکنم. و بعضی وقتا آدم باور نمیکنه، گاهی وقتا شما دل سرد میشید از کمک کردن به دیگران، میگید بابا من هدفم کمک بود، حالا دارم اینجا وقت میذارم هیچ فایده هم نداره، آخرش هم یه حرفی توش در میاد. همچین که میخواید دل سرد بشین یه انسان شریف پیدا میشه. بارها پتیک این کارو کرده، من تا میگم من این کارو نمیکنم و اینها
بعد یه برنامه دیگه که پیش میاد فوری قدم پیش میذاره، اون منو تشویق میکنه. دوستان، این تشویق دیگران خودش خیلی مهمه، کمک به دیگران خودش خیلی مهمه، اون احساس که بهتون دست میده خیلی مهمه. در هر صورت تا اونجایی که میتونید به دیگران کمک کنید. این دوست ما از کانادا نوشته بود که من یه مبلغ ناچیزی کمک میکنم. آقا یه مبلغ ناچیز، والا فکر کنم نوشته بود 171 میلیون ریال که میشه 17 میلیون و 100 هزار تومان. خیلی ها این اعداد اصلا، ولی ریاضی های همه خوب شده. فکر کنم نزدیک 400 دلار پول میشه، شاید هم بیشتر، بستگی به نرخ دلار داره. در صورت من تشکر میکنم از علی آقا از کانادا، امیدوارم دیگرانم مثل شما قدم پیش بذارن و کمک کنن به هم نوعان خودشون، و امیدوارم که اونایی هم که کلک میزنن و اینا دروغ به مردم میگن، قبل از اینکه اتفاق بدی برای خودشون بیفته دست از این کار زشتشون بکشن. البته منوپتیک دیگه به اونجا رسیدیم که برای ما مهم نیست که اینا دروغ بگن، ما هدفمون کمکه. حالا کمک میکنه، اگه اون دروغ گفته باشه اون ذات پلید خود طرف هست. میدونید حتی الان دست زدم به کت یادم افتاد، میگن یه مسابقه گلفی بود، میدونید که اینا گرونترین جایزه‌ای که میدن اون کتای سبزیه که میدن به این گلف پلیرا یا گلف پلیرا. میگن که یکی اومد گفت که بچهش مریضه و اینجوره و اونجوره و اینا، این آقای قهرمان کتش رو در آورد داد. میدونید تختی هم میگن توی زلزله کجا بوده کمک جمع میکرده، یه همچین کاری انجام داده. خلاصه کتش رو میده، بعد یکی میاد بهش میگه آه این خانمه یا آقای دروغ میگه، اصلا بچه نداره که مریض باشه. اونی که کمک کرده میگه خب چه بهتر اگر واقعا کسی نیست که مریض باشه، چون من موقعی کمک کردم که اگه مریضی هست خوب بشه. حالا این خبری که شما به من دیدی خبر بهتریه، پس مریضی نیست که بخواد خوب بشه. اینجوری فکر کنید. در هر صورت خب این کشتار ارمنی ها ویدیوهاش و اینا رو روی سایت من میتونید ببینید، چون از چند روز قبل گذاشتم و 23 و 24 هم باز تکرار میکنیم و تأکید میکنیم. و جالبه که این داستان جنایت ترکا بر علیه ارمنی ها ردش نمیکنه ترکیه، ولی قبولش هم نمیکنه، چون وقتی قبول میکنن باید یه خساراتی بدن، یه کارای انجام کنن که این اردوغان خیلی احمق و خیلی مذهبیه، این کار رو قبول نکرده. دوستان شما به دعا باور دارید؟ من خیلی هم اینسان فلانی مریض براش دعا کنید، میگم من به دعا باور ندارم ولی امیدوارم حالش خوب بشه. بعد میگن نه آقا دعا ثابت شده کار میکنه و اینا. یه امتحان سادهش اینه، میگن وقتی شما توی رستورانی هستی، یه جایی هستی، خوراک تو گلود گیر میکنه، دوست داری حضاری که اونجا نشستن برات دعا کنن که خوب بشی، یا دوست داری یکشون بلد باشه بیاد چگونه بزنه پشت شما یا شما رو بلند کنه فشار بیاره به دیافراگم اینجا و اون خوراک بپره بیرون؟ عمل مهمه یا دعا مهمه؟ فکر کنید. دعا یا عمل؟ اگر لقمه در گروه شما گیر کرده باشد به من بگویید که من براتون دعا کنم یا بلند شم و بیام کمک کنم. دوستان شما دیدید که هر کسی پدر مادرش فوت شده، دوستش فوت شده، همه میگن که اینجوری بالا رو نگاه میکنن، اولا انگار که بهشت قرار بالا باشه، بعدم میگن بله اون داره نگاه میکنه و اینها. تا حالا کسی دیدید که بگه فلان دوستش، فلان فامیلش، پدرش، مادرش از دنیا رفته و در جهنم هست؟ من ندیدم. شما چی؟ اینم از این؟ همه در بهشت هستن. خب خیلی وقتا از عدالت خدا صحبت میشه، خیلی ها از ناعدالتیش شکایت میکنن، ولی عدالت خدا رو یه جور شما میتونی ثابت کنی. هیچ کسی رو پیدا نمیکنی که بگه خدا به من ناعدالتی کرد، بیعدالتی کرد، ظلم کرد، به من عقل کم داد. هیچ کس از کم عقلی و بیعقلی شکایت نمیکنه. پس تو این قسمت خدا به همه به اندازه کافی و وافی عقل داده. اینم از این. و اما عکس مهسا امینی روی دم هواپیما،
یه خانم دیگه هم بلند شده رفته نمیدونم فلان قله چیز، حتما اون بالا هم که میرسه زن زندگی آزادی. آخه اینا چه تأثیری داره؟ مخصوصا این کوه رفتنهای این روزا، اون موقعی که اولین بار یه نفر رفت نمیدونم قله فلان رو گرفت، با اون بدبختی و بیچارگی رفت. الان که پول هواپیما میدن میرن میشینن نمیدونم نپال کجان، بعد یه کارگرای محلی وسایلشون رو میبرن و میرن سامیت یک مثل هتل، سامیت دو مثل هتل، دوباره میرن میرن، بعد میرن اون بالای پرچم یا عکس میگیرن میرن. بعد تازه ثابت شده اینا میرن اونجا ضرر میزنن به محیط زیست، چون تمام این آشغالایی که میخورن و استفاده میکنن و بعد به صورت مدفوع اونجا میریزن، داره اون کوه رو خراب میکنن. اینم یه بدبختی دیگه آدم‌ها که خلق را تقلیدشان برباد داد. ای 200 نفرین برای این تقلید. عکس مهسا امینی روی دوم هواپیمایی که این هواپیما رفیوجیای پناهجویان اوکراینی رو میبره این کشور اون کشور. شما تا حالا چند بار تو خیابون سرتون کردین بالا رو دوم هواپیما یه نوشته ای رو دیدین؟ خب این بلند که میشه از فرودگاه که میاد این ورتن میریم 10,000 و 20,000 و 30,000 فوتی، بعدم که میاد میشینیم باز میاد میشین تو فرودگاه. این کارهای احمقانه رو اونا انجام میدن، دوستانی هم این ور اونور خوشحال میشن پخش میکنن که چی آخه؟ بیچاره مهسا امینی کشته شد و مرد و از دنیا رفت، خانوادش هم داغدار. حالا یک آقای پولداری که خودش صاحب هواپیما هست و خلبان هواپیما هم هست، عکس ایشون رو زده رو دوم هواپیماش. ای خاک بر سر ما واقعا که به یه چیزای اینجوری خودمون رو مشغول، دیگران رو هم سر کار میذاریم. این هم از این. و اما آقای دیاکو مرادی علی آبادی، ماشاءالله اسم و فامیل اینا خیلی طولانی میشه، ایشون یه مقاله نوشته در توییتر. من منتظرم که این آقا با من تماس بگیره از طریق اسکایپ، بتونیم با هم یک صحبتی داشته باشیم. تا الان که دارم صحبت میکنم با من تماسی از طریق اسکایپ گرفته نشده، چون باید اول تماس بگیریم همدیگر رو به اصطلاح قبول کنیم، بعد بتونیم با هم صحبت کنیم. مایل بودم با ایشون صحبت کنم چون مقاله‌ای که نوشته خیلی جالبه. حالا که ایشون نیست بذارید ما الان از مقالهش استفاده کنیم و اینجا بگیم آقای دیاکو مرادی، صفحش هم بهتون نشون میدم. یک لحظه آتو، بله، آقای دیاکو مرادی، بله. خب میایم اینجا از این نوشته کپچر سلکت اریا 69 توی توییتر هست دوستان، یادتون باش. روی کامرای 3 من بهتون نشون میدم اینو و میریم با هم اون مقاله رو پیدا میکنیم. این صفحه ایشون هست، اینم عکس توییترشون و اینم نوشتهشون. من اگه جای ایشون بودم بعد از مرادی یه فاصله میذاشتم یا اقلن اون ای علی رو بزرگ مینوشتم که مردم دیگه بفهمن این فاصله است، یا اصلا کوتاهش میکردم. اتفاقا این مرادی ها فامیل ما هم میشن اگر کرد سنندجی باشه. و اما دیاکو مرادی علی آبادی، میایم پایین، نوشته ایشون نامه سرگشاده ای هست به رضا پهلوی که من میگم رضا پهلوی. خب ببینم میتونم پیداش کنم. مرگ یک زندانی در زندان ارومیه در سایه محرومیت از خدمات درمانی. آقا مردم آزاد کارمند با پول خودشون خدمات درمانی گیرشون نمیاد. آقای دیاکو شما انتظار دارید دولت دیکتاتور به زندانی تو زندان خدمات درمانی مناسب برسونه؟ نکنید. انتظاراتتون رو در حد منطق نگه دارید. ببینید از این دولت چیزی بهتر و بیشتر از این میخوان؟ نه.
خب یه خبر امروز اومد و بعد من دیگه ندیدمش. نوشته بود خونه اون کسی که ماسک پاشیده رو سر اون دوتا خانم دیشب به آتش کشیده شد. البته این خبرها وقتی میاد انقدر راست و دروغ گفته میشه آدم نمیدونه واقعا دیگه درسته یا نیست. و من دنبال این نوشته ایشون میگردم و نمیدونم، احتمالاً ایشون ورش داشته از بس اذیتش کردن این سلطنت طلبانا بیمخ. فراخان فوری برای یا خیلی فعال هست چی زیاد میذاره، چون اگه امروز 28 باشه الان میبینم فراخان فوری برای 27 فروردین. دوستان اینقدر چپ و راست فراخان میدین مردم نمیان، مردم نمیان. الان دیدید که تلویزیون ایران اینترنشنال و بی بی سی و اینا دو تا پا نشون میده یا ماکسیموم 4 تا پا نشون میده، بعد میگه مردم آمدن خیابون. نکنید، خراب نکنید، بی برنامه عمل نکنید، رهبر پیدا کنید. رهبر برنامه داشته باشه، پول داشته باشه، نفر داشته باشه. ما میگیم کی گوش میده. کاش که اون مقاله لینکشو گذاشته بودم. بله پیدا شد بابا، یکم صبر کن سوربی چقدر. بله نوشتن که نامه سرگشاده به آقای رضا پهلوی. خب اینم اینجوری بزرگترش کنیم که ببینیم. بله میگه که با سلام جناب رضا پهلوی، رفتار و اعمال شما که در واقع خود را وکیل دموکراسی میخوانید با مفهوم دموکراسی مغایرت آشکار دارد، چون تعریف مشخصی از دموکراسی ارائه نمی کنید و به درک درستی از دموکراسی نرسیده اید. شما بیشتر در توهم پدرخوانده بودن مردم نقش ایفا میکنید. میدونید که پدرخوانده در ایرانی یه معنی دیگه داره، در آمریکایی و در سیستم مافیا یه معنی دیگه داره. و اما شما بیشتر در توهم پدرخوانده بودن مردم نقش ایفا مینمایید و حتی برای افکار سیاسیتان قادر نبوده حزب یا تشکلی منسجم داشته یا تشکیل دهید. این عدم توانایی و این عکت ناواقعی و نادرست پدرخواندگی ضربه بسیار زیادی را هم به شما و هم به تفکراتتان وارد کرده است. نگران تفکرات ایشون نباش، ایشون تو فکر هیچی نیست به غیر از پول در آوردن از این ور اون ور، مفتخوری کردن و خوشگذرانی. هیچی آقا، یه آدم بیکار و بیار 63 سال کار نکرده، حالا یه دفعه شور حسینی ورش داشت خودش انداخت توی دردسری که حالا زنش که با اون آقا داره برای خودش میچرخه و این ور اون ور میره، خودش هم این ور اون ور میره، چه خواهد شد؟ گفتن خانمش رفته شرکت سامی درست کرده، گفته رضا پهلوی فقط 10% اینجا سهم داره، باقیش مال خودش، به هر کی خواست میده. بله میگه این موضوع به خودی خود شگفت انگیز است، هرچند قابل درک است با توجه به اتمسفر دروغین که دور زندگی شما حاکم است و از واقعیت های جامعه دور نگه داشته شده اید، به این پندارهای ذهنی و برساخت ذهنی و برساخت برسید. متاسفانه به شما باوراندند که جدا و بهتر که جدا و دیگه با بگین تافته جدا بافته و بهتر از دیگران هستید، آن هم بنا به ارسی. در اصل مقاله کمی طولانیه ولی مقاله جالبیه برای خوندن، حتما بخونید. کجاست؟ توی صفحه آقای دیاکو مرادی. اینو 4 روز قبل نوشتن، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر نروژ، 4 آپریل 13. این تاریخ اینجوری درسته، تو ایران ما از روز ما سال شروع میکنیم یا سال ما، ولی آمریکایی‌ها برعکس می‌نویسن، ما رو اول می‌نویسن، روز رو وسط می‌نویسن و همه رو گیج و ویج می‌کنن. خب دوستان اگر روی فیسبوک هستید لطف کنید به دوستان خودتونم اطلاع بدید و یه کاری هم بکنیم برای منم بنویسید که صدا و تصویر در اون کشوری که شما هستید یا در منطقه که شما هستید چگونه هست. ممنون و متشکرم. امیدوارم یه فرصتی پیش بیاد ما بتونیم با آقای دیاکو هم چیز داشته باشیم. دیاکو فکر کنم یکی از اسامی هخامنشیان هست، نه؟ خب
این هم از آقای دیم. دوستان الان تقریبا 2 سال گذشت و ترامپ هیچ وقت نگفته بود که توی انتخابات برنده نشده. بالاخره میگن کج بشین راست بگو، اون روز اومده بود داشت پوز میداد راجع به کره جنوبی که گفت من به رئیس جمهورش گفته بودم شما باید سالی 5 بیلیون دلار به ما بدید، کم کم هم داشتن قبول میکردن تا اونجایی که من برنده نشدم. گوش کنید اینو، برید نگاه کنید، ترامپ خودش میگه برنده نشده. آقای دانیال امیدی احمق، دیگر احمقایی که میگید تقلب هست در سیستم آمریکا، تنها تقلبی که هست همین متقلب ترامپ بود که زنگ میزنه بین اون میگه من فقط 11,000 تا رأی میخوام، 11,000 تا رأی بدید تا من بتونم چیز کنم، که پدرشو در آوردن الان به سیخ کشیدنش و دادگاه. اینم یکی از محسنات آمریکاست، Law and Order، یعنی قانونشو اجرای قانون. حالا تو ایرانم آقای به نام کی رادان میاد، مردک نادان به جایی که اجرای قانون کنه خودش قانون میذاره. یکی نیست به این بگه تو نه نماینده مجلسی، نه یه آدم مأمور هستی باید بری یه قانون رو انجام بدی، برو قانونه رو پیدا کن. ولی از دیروز شنبه، از پیروز شنبه آبروش حسابی رفته، حالا ببینیم به کجا خواهد رسید. بالاخره ترامپ گفت برنده نشده. این ویدیو رو روز جمعه پخش کردن، چندین بارم پخش کردن، یعنی میدونید وقتی یکی دروغ میگه باز پشت مغزش اون چیزی که حقیقت موجوده یه دفعه از دهنش میپره بیرون. اینم این هنوز ماجراهای ترامپ و دادگاه هم چیز داره. دوستان همین وسط برنامه باید بهتون میگم این یوتیوب ما متاسفانه جوین و تنکس و نمیدونم فلان اینا رو، یعنی تشکر از شما و به ما به پیوندید اینا رو جا به جا نوشته. دیدم مثلا مال این کوچه چقدر اونو قشنگ مشکی، این بر علامت قلب و دلار فلان، نمیدونم اینا چی کار میکنن. در هر صورت ما اون اگه بخواین حمایت کنید روی یوتیوب جوین، که اینجوری خیلی هم ساده است، نه من کردیت کارت شما رو دارم نه چیزی، شما با اون حسابایی که روی گوگل و این ورور دارید میتونید حمایت کنید. این یکی جوین، یکی دیگه سابسکرایب کنید اگر از یوتیوب این برنامه رو میبینید، که دفعه دیگه وقتی ما برنامه رو به یوتیوب میدیم شما جز به اولین کسایی باشید که با خبر میشید که سوربی یه ویدیوی جدید درست کرده. جوین، سابسکرایب و از همه مهمتر لایک، چون هرچی شما لایک کنید این ویدیو خود یوتیوب برای دیگران هم میفرسته، برای اون برنامه کنارشون دیدید شما یوتیوب تمامشون میکنید، این کنار این اینایی که دیگران لطف کردن لایک زدن برای شما هم میاد. اینم از این. و اما اینستاگرام لینک یوتیوب که میذاری، این شاهین هی میخواد به ما بگه که ما پیریم و اینستاگرام اشکالی نداره، البته خودش گفت اشکال داره، داره اشکالاش رو میکنه. شاهین جان یه نگاهی بکن این بار با دقت، ببین اینستاگرام تنها برنامه ای که وقتی شما ویدیوشو گوش میکنی صدای ویدیو رو از خود برنامه نمیتونی بالا و پایین کنی، یعنی والیومش 0 تا 100 نداره، باید با صدای تلفنت یا با صدای کامپیوترت کم و زیاد کنی. اینستاگرام ویدیویه که شما تایملاین نداره، یعنی شما نمیتونی ببریش جلو بیاریش عقب، باید وایسی یا دوباره بزنی از اول شروع بشه، ناقص عزیز من. بعد اینستاگرام دوباره تنها برنامه ای که شما رو اینجوری نشون میده. آقا مگه چشم ما رو همدیگه است؟ چشم ما اینجوریه، ما همه چیز رو مستطیل میبینیم از این ور، نه مستطیل میبینیم از این ور. چرا این کارا رو میکنن نمیدونم. خب اینم از این. بذارید من برای دوستانی که اینجا هستن یه 2 تا ویو روی اینستاگرام بفرستم و ازشون خواهش کنم که بیان روی بیان روی صفحه فیسبوک ما رو ببینن، چون میگم این اینستاگرام رو من به اصرار شاهین درست کردم. بله صداشو بالا پایین نمیتونید ببرید، تایملاین هم نداره، ولی با همه اینا خب الان اینستاگرام و تلگرام تو ایران بیشترین بیننده ها و بیشترین استفاده کننده ها رو داره و همچنین تیک تاک که اینجا تو مجلس میخواستن ممنوعش کنن، تا
طرف اصلا نمیدونست چیه، میگفت تیک تک تیک تک، یه چیزایی که مثل که میدادن تو دهنشون بوی بد دهان رو ببره، مثل نعنا میمونه. و اما دیدید وقتی یه خانمی میره قله فلان، دیدید وقتی آقای فیروز نادری تو ناسا کار میکنه، یا فلان خانم ایرانی این میشه، چقدر تلویزیون ها تعریف میکنن. تا حالا یه تلویزیون ایرانی دیدید که راجب آقای نیما مؤمنی برای شما صحبت کنه، راجب خانم خزر مؤمنی صحبت کنه، خانمی که شوهر داشته، شوهرش یه جراح و پولدار و صاحب مقام و اینها، ولی این خانم رفته شده فاسق میگن، معشوقه یه آقای جوانی، و بعد گویا میخواست ازش دست برداره، اون آقا نخواست، فلان داداشش رو میفرسته سراغ امین ایرانی بازی، همون قتل‌های ناموسی. اتفاقا قرار بود که با آقای عزیزان هم صحبتی داشته باشیم، بذارید من ببینم اگه ایشون باشه باهاش صحبتی بکنیم. عزیزان بهتون گفتم میشه بهش گفت ژورنالیستی که تحقیق میکنه، اینوستیگیتور ژورنالیست. بذار یه زنگ بزنم ببینم میتونه جواب بده صحبت کنه. نه این صدای خوب نیست، این صدای اسکایپ نشون میده که خب ما هی داریم برنامه میزنیم، هی دوستان که میان ویو میکنن باید بهشون ویو کنیم. بله میگه فرزاد isn't online، و من اون تلفنی که شماره آقای عزیزان دارم دارم از اینستاگرام پخش میکنم، نمیتونم صحبت کنم. ضمناً آقای علی صدارت، شما که گوش میگی من وقتی دارم برنامه میذارم یه دوربینم اینوره یه دوربینم اینوره، یه 7-8-10 دلاری خرج کنید، یه دو تا پایه متحرک بخرید، یا از عقلتون استفاده کنید. من با یه شیشه و یه چیز مال تلفن گذاشتم اینجا، این تلفن گذاشتم، اینا رو در یه فاصله نزدیک به هم میذارید. دیدید بعضی از این گوینده ها وقتی دارن از تلپرامپتر میخونن، شما میدونی که از یه جای دیگه داره میخونه چون چشمش بالا هست، ولی اینجوری میشه از اون خطای چشم شما استفاده کرد. و اونی که توی تلویزیون میبینه، توی فیس تایم فیسبوک میبینه، با اونی که توی اینستاگرام میبینه فکر کنه من دارم به اونها نگاه میکنم. اینم از این ماجرا، این خطای چشم و اینها. دیروز داشتم یه برنامه بسیار جالبی راجع به GPS Global Positioning System نگاه میکردم، چون همیشه از سال 2000 که من اولین GPS رو خریدم، 2000 دلار برام سوال بود که چجوری، حالا اون موقع که این همه نبود، چجوری این GPS میفهمه من کجا هستم، شما کجا هستی، به من حرف میزنه، به شما حرف میزنه. یه آقای ایرانی خیلی قشنگ اینو توضیح داده، البته خب این برنامه آمریکایی بوده ترجمه کرده، ولی دست در نکنه زحمت کشیده، و توضیح میده که 3 ماهواره با مثال خیلی قشنگ به شما میگه فکر کنید شما نقشه ایران میکشه، میگه دارید رانندگی میکنید نمیدونید کجا هستید، وای میسید یه جایی، به نفر میگه آه اینجا کجاست، میگه والا من نمیدونم ولی میدونم 500 کیلومتری اصفهان. بعد به یکی دیگه میگید که آقا اینجا کجاست، اون میاد مثلا میگه نمیدونم کجاست ولی 300 کیلومتری شیراز، اون یکی دیگه میاد میگه من نمیدونم کجاست ولی 700 کیلومتری مثلا عراق. میگه شما این 3 فاصله رو که بهتون بدن شما نقطه دقیق خودتون رو میتونید بفهمید، مخصوصا چون روی کره زمین هستی. بعد میگه حالا از این بهتر اینه که یه نفر چهارم هم بیاد. حالا این نفراتو که مثال میزنه اینا کیا هستن؟ ماهواره ها هستن. دوستان حقیقتا جی پی اس شما یا تلفن شما نیست که اونا رو پیدا میکنه، اونا هستن که شما رو پیدا میکنن و میدونن کجا هستی. نمیدونم گفت 30 تا، میدونید که بیش از 300,000 تا چقدر ماهواره تو هوا داره میچرخه. آخرینش هم گفتن ایران میخواد یه ماهواره بفرسه به کره ما، یه سفینه بفرسه به کره ما. بعد طرف مسخره کرد گفت میخواد بره از کره ما سنگ بیاره، سنگ پرت کنه به اسرائیل. احمدی نژاد دیدین این روزا چقدر شاعرانه حرف میزنه، شما چیکار داری به مردم دخالت میکنی؟ خود این پدر سوختش یادتونه آفتاب گردن بچه ها و جوان ها و نمیدونم فلان تو خیابون و اراذل و اوباش خوندنشون و خار و خاشاک خوندنشون، همین بود. گشت ارشاد همین احمقی نژاد بود، ولی حالا میره دبی عکس میگیره، خانمه میاد میچسبهش، اصلا سینه خانمه میاد رو بازوش و فلان اینا. با این آدما باید چیکار کنی؟ این آدما به نظر من باید یه گروهایی مثل فرقان
پیدا بشن اینا رو کله پا کنن، و الا نامه بنویسن ببرن سفارت ایکس و ایگرگ فایده نداره. خب آقای عزیزان نبود که تماس دیگه میگیرم. نه متاسفانه نیست، اشکالش هم از من هست که با ایشون قرار نذاشتم، ولی خب هیچ عیبی نداره. یه وقت دیگه آقای عزیزان، یه قتل دیگه هم که دو هفته پیش انجام شده بود به درستی رفت تحتوش رو درآورد و گفت که اینا چیز بوده، به اصطلاح به اینا میگن مثلث عشق. مثلث عشق مثلا اون خانمه با یکی دوست شده بود، بعد از یه مدتی حالا یکیشون میخواد دیگه دوست نباشه، اون یکی دیگه قبول نمیکنه، میگه نه خیر تا حالا دادی، حالا از این به بعدم باید بدی. حالا منظورش از هر چی که هست. خب اینم از این. من ببینم که دوستان اینجا کسی چیزی ننوشته باشه، اینجا رو ریفرش کنم. ولی من چیزی نمیبینم، ولی اگه چیزی نوشتید ممکنه بعضی وقتا با تأخیر بیاد و اینها اون بماند. یادمه توی پلتاک اولی که میرفتیم شروع میکردیم میگفتیم مثلا اگه صدای ماشین ما رو میشنه بزنه دو، بعد هر کی میخواد بیاد بالا صحبت کنه بنویسه یک، یه چیزای قراردادی اینجا بود، ولی حالا دیگه از اون مراحل گذشتیم. خلاصه این خانم خزر، اسمشه خزر مؤمنی، به داداشش آقای نیما مؤمنی گفته برو حساب بابلی. حالا این بابلی کیه؟ تقریبا آخه این روزا دیگه همه نابغه هستن. کسیه که کش اپ رو درست کرد، ویو. ببینم کیه، شیدا سامتین، خیلی ممنون. خب کش اپ رو درست کرد، خلاصه چاقو بهش زد، دو بندشم توی خیابون تک و تنها موند تو سان فرانسیسکو، مرد. پلیس اومد، آمبولانس اومد، مرد. بعد اول همه نگران بودن که آقا این سان فرانسیسکو خیلی خطرناک شده، نمیتونی حتی راحت راه بری فلان. بعد پلیس اومد گفت که نه این رندوم اکت نبوده، یعنی همینجوری بیان یکیو بزنن نبوده، این با برنامه بوده. بعدم معلوم شد، بعد این آقا رو هم گرفتن. بعد 8 روز، روز شنبه صبح هم دادگاه آقای نیما مؤمنی بود. اینا رو هم باید بهشون افتخار کنیم که ایرانی هستن، من نمیدونم ولی هستن. خب دوستان شما راجع به این ترانسجندر یا اینایی که تعویض چی میگن جنسیت میکنن چیه نظرتون؟ من بعض وقتا گیج میشم از خودم میپرسم که نمیدونم والا کدومش درسته. الان هر روزم زیادتر و زیادتر میشه، هر روزم تو برنامه رادیو تلویزیون بیشتر و بیشتر. اول ماجرای گیا بود که اینجوری بود، حالا دیگه هر فیلمی که میسازن یه جوری دو تا سه تا برنامه گی رو توش قالب میکنن. بعد الان ترانسجندرا هستن، مرد بوده زن شده، زن شد زن بوده مرد شده. ولی از این یه قدم بدتر اینه که مثلا یه شناگری که قدش 6 فوت و 4 اینچ بوده، یعنی 190 سانتی متر، نزدیک به 2 متر بوده، تو شنا موفق نشده. این آقا رفته گفته من زن هستم، اونا هم گفتن اوکی بی برو تو تیم زنا، اونجا زده همه اینا رو درو کرده. یعنی میگه با 50 ثانیه، میدونید تو شنا مثلا میگه 100 ثانیه، این آقا با 50 ثانیه از خانما جلو میافتاده. بعد تو برنامه بیلمار میگه تازه هنوز آلت تناسلی مردونش هم بجاست، که اینا مسخرش میکردن، میگفتن مثل دم کوسه که برای شنا لازمه، اینم برای شنا لازمه، سریعتر شنا میکنه. بعد اون پیورگن آورده بودن میگفتن خب حالا چه کار باید بکنیم. یه نماینده مجلس هم بود، خانم خیلی شارپیه، کیدی پورتر، ایشون پروفسوره. این میگفت که خب چه کار، شما چه راه حلی داری؟ پیورگن گفت که یا باید قانون بذارن هر چیزی که دنیا اومدین تو همون رشته مسابقه بده، یا برای اینا یه رشته جدید بذارن، یعنی مثل اونایی که معلول هستن، تیم المپیک معلولین دارن، ما داشته باشیم در رشته زنان، رشته مردان، رشته ترانسجندر رو چی میگن به ایران. نمیدونم، دوباره من داره دماغ کیپ میشه به خاطر این شرجی و اینا. خب در صورت اینم این، حالا از این داستان شنا و این بریم یکم جلوتر. یه نفر تجاوز کرده به دو تا زن، اینو بردن دادگاه، محکوم شناخته شده، گفتن خب بندازین زندان، گفته نه شما من میخوام کدوم زندان بندازین، گفتن زندان مردا، گفته من دیگه مرد نیستم، اون موقع مرد بوده دیگه حالا مرد نیست. بعد میگن که
خب چیکار کنیم؟ مفصلی زندان زنان. شما فکر کنید توی زندان زنان یک کسی باشه که تجاوزگره به زنها. البته تو ایران گویا دولت خیلی هم کمک میکنه به اینا، حتی مخارج فیلم های بسیار هم در این رابطه ساخته شده، مخارج جراحیشون و اینا رو هم میده. پس اینم این دو خبری که من داشتم، شناگر ناموفق گفته بود از این به بعد زن هست، فرستادنش تو تیم زنان، همه زنها رو برنده شد. و اما خب این تجاوزگر هم که رفت تو زندان زنها. آقای هوشنگ امیرعمدی، پروفسور هوشنگ امیرعمدی رو همه میشناسید، تار سازمان‌های مختلفی درست کرده، تو رادیو تلویزیون‌های مختلف صحبت کرده. آخرین سازمانی که مال خودش هست همه میدونین ماشاءالله دبیر هستن و اینها سخنگو هستن و فلان، ولی هیچکدومشون به صورت حزب نیست که معلوم بشه چند تا عضو دارن، به کدام دولتی مالیات میدن، کجا رجیستر میکنن، همه سازمان‌های اینجوری و اینها بگذاریم. من سال هاست میتونم بگم 22 ساله آقای هوشنگ امیرعمدی رو میشناسم. در همون جلسه که نوریزاده رو توی مریلند ملاقات کردم، آقای هوشنگ امیرعمدی رو باش آشنا شدم و از اون زمان با طرز فکرش و با کارهایی که انجام میده آشنا هست. خب مثل هر کس دیگه یه مقداری تغییرات در نوع فکرشون عمل کردش بوده، ولی پای و اساسش میگه کانکت استریمینگ سافتور، ما کانکتیم والا تا اطفار میریزیم. خلاصه کوچه که نه این خانمه معلومه کیه، نه کوچه رو کی درست میکنه، چون این کار یه نفر نیست. دوستان فکر کنید آخه موقعی که این خانمه تو خیابون بودن این 24 ساعت برنامه درست میکن، و این برنامه که اینجوری مینویسن و میخونن به این سادگی نیست که سوربی بیاد یه هدلاینی بنویسه، یه سرتیتری بنویسه، بعد یادش بیاد که مثلا این راجب آقای دیاکو هست، بشینه بخونه پیداش کنه. اینجوری نیست که، اون یه برنامه چند نفره و یه پول کلونی پشتش. حالا اینم که میاد میگه به ما کمک کنین، میخواد بگه که یعنی ما کسی پشتمون نیست، ولی تا امروز معلوم نشده این خانم کوچه کیه، طرز فکرش چیه. ولی الان میشه گفت که تقریبا هوادار رضا پهلویه و مخالف مخالفین رضا پهلوی. آقای هوشنگ امیرعمدی چون با رضا پهلوی قبلا به اصطلاح هشرش داشته و گفته که رضا پهلوی به این گفته ببرتش پهلو خاتمی و اینا، میگه رضا پهلوی اصلاح طلبه، حتی چند سال این دستبند سبز رو بسته بود و اینها. کوچه میاد یه برنامه درست میکنه برای آقای هوشنگ امیرعمدی و توی اون حسابی لیف و صابون میزنه به آقای هوشنگ امیرعمدی. آقای هوشنگ امیرعمدی هم در جواب میاد یه برنامه درست میکنه، اون برنامه میگه من میخواستم بذارم ولی آقای امیرعمدی چون برنامه قبلی اون خانمه رو شما گذاشتی و من اگه بذارم رو یوتیوب، یوتیوب یقه من میگیره، میگه این کاپی رایت داره. ای کاش فقط برنامه رو با عکس اون نشون میدادید. ولی در صورت حالا اگه بشه فرصتی با آقای امیرعمدی هم دوباره صحبت کنیم، ایشون چندین بار مهمان برنامه ما بودن، میتونید اسم ایشون رو بنویسید، بنویسید مردم تیوی و هوشنگ امیرعمدی، حتما پیدا میشه. دوستان دشمن شما در حقیقت کیه؟ دشمن مردم کیان؟ اگه اشتباه نکنم اسمشو نوشتم اینجا، آقای مارک توین. میدونیم مارک توین اسم اصلش این نیست، این اسم نویسندگیش بود. توین هم فکر کنم این تنابای خیلی بزرگ مال کشتیه. در اصل این آقای مارک توین میگه شما 100 تا مورچه مشکی بگیرید بریزید توی شیشه، 100 تا مورچه قرمز. دیدید مورچه های قرمز و مشکی با هم جنگ میکنن؟ میگه اونا رو هم بگیرید بریزید تو شیشه. میگه اینا اول با هم جنگ نمیکنن، بعد میگه بعد یه مدت شیشه رو تکون بدید، شیکش بدید که اینا بترسن. بعد همشون فکر میکنن، اون سیاه ها فکر کنن قرمز ها، اون قرمز دعوا میکنن با هم. میگه در صورت که عقل سلیم میشینه فکر میکنه ببینه شیشه رو کی تکون داده. دوستان شیشه ایران رو کی تکون داد؟ شاه نادان، دزدایی که دورش ریخته بودن، از همه بدتر این فرع فاسد، علت اون بود. حالا اینا معلولن. یک آگهی، یک روزنامه رو ما گذاشتیم، عکس روزنامه دورشا، هر عاقل اینو نگاه کنه اول میگه نه بابا اصلا سوربین فتوشاپ کرده،
بعد میره تحقیق میکنه، بعد میگه ای وای واقعا دوره شاه اینجوری بوده، میرفته ظفار جنگ میکرده، میرفته مصر، سوریه حتی جنگ میکرده، فلان بیسار اینا، ولی یه سری هم احمقن نوشته به کوری چشم شما نمیدونم وقت نظر تنگی. گفتم آقا اینجا نموند تنگی گشادی نیست، ما داریم میگیم تو تاریخ ایران این اتفاقا افتاده، مواظب باشین. اون وقت احمق لازم نیست بنیسی به کوری چشم شما. از اون گذشته شما اگه من نشسته باشم توی مجلسی یه حرفی بزنم، واقعا جرأت میکنی یه همچین حرفی بزنی؟ به دو دلیل، یکی دیگران درباره شما چی میگن، یکی خود سوربی بلند میشه یه لگد بزن تو کونت. واقعا چرا اینجوری شده این سوشال میدیا اجازه میده که هر کسی هر چیزی میخواد بگه، طرف مقابلم هر فحشی میخواد بهش بده؟ در صورت 6 تا فحش براش نوشتم، گفتم اگرم نشون ندی که آدم شدی میندازن بیرون. این صد مورچه قرمز و مشکل خیلی هم لازم نیست امتحان کنی. سفر 16 به اسرائیل، ملاقات دو یابو رو دنبال کنید ببینید چی میشه. و اما یه آقایی احتمال زیاد از همین دوستانی هستن که طرفدار همین برنامه‌های آقای عطابکی و آقای سعید سکویی و لوسبازی ها و شوخی و بنگ کشیدن و قلیون کشیدن و خندیدن و اینها هستن. برای من فرستاده بود آقا نگاه کن ببین این آقای کامران عطابکی با سعید سکویی صحبت کرد، این ویدیو وایرال شد. نگاه کردم دیدم ویدیو رو 30 نفر دیدن، احتمالاً 15 بارم خودش دیده. گفتم آقا شما به 30 نفر ویو میگید وایرال؟ وایرال مثلا یه چیزی، یه بچه یه شعر میخونه یه دم میشه 1 میلیون. بعد گفت نه این یه ویدیوی دیگه بوده فلان اینا، حالا شما نظرتون چیه؟ من نظرم اینه، نه به من مربوطه نه به شما. عطابکی یه جوری فکر میکنه همون جوری هم حرف میزنه، سکویی یه جوری فکر میکنه همون جوری هم حرف میزنه، شما میشینی گوش میدی، یا قبول داری حرفشو یا قبول نداری. نظر من این وسط برای شما چیه؟ اگه شما اصلا بیننده برنامه من بوده باشید، فکر نمی کنم بیننده برنامه اونا بوده باشید. بعدم اینقدر اینو به اون بنداز و اونو به اون بنداز و بعد بشین بخند، ببخشید اینو میگن، این کسخلی ها رو بندازید بیرون دیگه. دوستان من نمیدونستم کلمه اسکل مثل که واقعا اسم یه حیوانی هست، نه؟ میگن این حیوانه میره دونه و اینا قایم میکنه، بعد یادش میره کجا گذاشته. به این خاطر بهش اسم گذاشتن اسکل، یا به خاطر اون کاری که میکنه به کسایی که خیلی مشنگن میگن اسکل. این هم از این کامران عطابکی و سعید سکویی هم در کشور آزاد زندگی میکنن، هر چی دلشون میخواد میتونن بگن. این شما هستی که میتونی تماشا کنی، یا مثل من بگی آقا اینا مزخرف میگن، من تماشا نمیکنم. آقای عطابکی تا حالا 10 بار جبهه و جهت عوض کرده. آقای عطابکی یه روز قربون داور میرفت، فردا اومد جلوش وایساد، پس فردا دوباره وقتی داور مرد اومد میخواست و چی کنه، اینجوریه دیگه، اپ اند داون میره، اب نداره، بذارید هر جور میره بره. و اما آقای اکبری یه ویدیویی گذاشته بود، خونه سرپتی ها در شیراز. دیدید میگن پاپتی یعنی گداگشنه؟ تو شیراز گویا یه خونه هست سنگ سیاه، دمه احتمالاً درواز سعدی و اینها، بهش میگن خونه سرپتی ها. اینا میگن از اون زمانهای قدیم حجاب رعایت نمی کردن. حالا زمانهای قدیم شما میتونی بگی زمان قاجار، میتونی بگی زمان رضا شاه، میتونی بگی زمان محمد رضا شاه، در صورت اینجوری بوده. و اما این دوست خود ما آقای پتیک همیشه با اعداد و ارقام کار میکنه. امروز هم یه اعدادی برای من فرستاد که گوشام به اصطلاح استیم میمد. دوستانی که منو توی اینستاگرام میبینید سفر افقی میبینید یا اینجوری، ما باید برگردیم به ساز اونا برقصیم، همون اونجوریش کنیم. دفعه آینده اگه خواستم از اینستاگرام استفاده کنم، سعی میکنم با رول اونا، با قرار چی میگم، با قانونای اونها بازی کنم، صفحه عمودی و الی آخر. ایشون میگه که برعکس. بله خیلی متاسفم و ببخشید اگر اذیت شدین، دفعه دیگه برنامه رو اینجوری درستش میکنم که شما ببینید. خب البته این یه چیزی زده، نه این مال دوربین رو میبره پشت، دوربین میاره این ور. من فکر کردم شاید یه چیزی میگه گردن درد گرفتن. آخه خدا بگم چی کار کنم.
ببخشید ببخشید، میخوام الان درستش کنم ببینم میتونم. نمیشه بعدن چی؟ باید اینو در بیارم، این سپایه رو کردمش توی شیشه ای، باید اینو در بیارم بذارم بین دوتا کتاب که از این وری وایسته. دفعه دیگه حتما حتما قول بهتون میدم و ببخشید که برنامه اینجوریه. خب برو فیسبوک نگاه کن و بعدا میپرسم از دوستان که هر کدومتون از کدام کشور هستید. باور کنید ما نمیخوام به کسی لیست شما رو بدیم، میخوام ببینیم فقط کجا دیده میشیم، اینترنت ها وضع شد نشد و چه آخری. میگه که اختیار دارید، مهم فرمایشات شماست. بازم ممنون و متشکرم. این ماجرا خب در رابطه با رادیو تلویزیون صدق میکنه که مهم اینه که چی میگه، حالا مهم نیست تصویرش چگونه باشه، ولی بعضی ها شنیدید میگن که مهم نیست کی میگه، مهم اون هست که چی میگه. اوکی؟ مهم نیست چه کسی میگه، مهم این که چه چیزی میگه. این غلطه دوستان، خود منم اینجوری فکر میکردم که مهم اینه که طرف چی میگه. آقای دکتر کاظم رنجبر ثابت کرد به من که اتفاقا خیلی مهمه که کی چی میگه. گفت فکر کنید شما میخواین برین سینما با دوستانتون، تصمیم میگیرین یه نفر رو استخدام کنید که از بچه هاتون نگهداری کنه، بیبی سیتر. گفت یکی میاد میگه من آدم بسیار خوبی هم، چنینم چنانم، ولی ایشون قبلا به دو تا بچه تجاوز کرده، آزار جنسی داده، حالا هرچی میگه، پس اگه حرف خوب زد نباید برای شما فرقی بکنه، ولی سابقه این که این کیه تأثیر میذاره. اینم از این. بازم ممنونم از شما، از دوستانی که در اینستاگرام منو از این وری دیدن، عذرخواهی میکنم و این گردن کجا به زودی گردنشون راست میشه و سر بلند. و اما پتیک گفت که 31.6 تریلیون بدهکاری آمریکا بیشترش هم به چینه، ولی بدهکاری آمریکا به دنیاست. دوستان آمریکا که با لیبر مجانی یه سری سیاه‌پوستا به صورت اسلیو، یه سری چینیا به صورت دستمزد ارزون ساخته شده، هنوز تا هنوز با لیبر ارزون داره کار میکنه، بدهکاره. اون وقت از یه کشورهای مثل ایران با مدیریت بد این آخوندهای نادان ما چه افتخاری داریم، چه انتظاری داریم که اینا بودجه رو بتونن تنظیم کنن بدهکارم نباشن. 330 میلیون آمریکایی نفری 92,000 دلار بدهکارن، یعنی من که امروز اینجا نشستم 92,000 دلار بدهکارم، بچه ای که فردا دنیا میاد 92,000 دلار بدهکاره. اینم از این ماجرا. منو انداختید تو فکر که من اینو در بیارم یه جوری اگه بشه اینجوریش کنم ببینم میتونم نگهش دارم. خدایا ببینیم، بله بذاریمش اینجا، شاید شاید بشد شایدم نشد. بذاری یه قوطیه، این قوطیه های چیز رو استفاده کنیم، قرص و اینا هست. من بعض وقتا برای نگه داشتن چیزهای میکروفون و اینها از این قوطیه ها استفاده میکنم. این جعبه میگیم، باکس میگیم، چی میگیم. یه دقیقه کت شد ببخشید، الان میام سراغتون. داره سقف رو نشون میده. بله اجازه بدین ببینید، این مثلا توش یه مشت سنگ ریختم که وقتی یه کاری دارم سنگین باشه وایسه. الان اینو حاج آقا رو با این سیم علیه السلام میفرستیم بره توی این جعبه و اینجوریش میکنیم ببینیم وای میسه یا وای نمیسه. چی شد الان، درست شد یا نه؟ حالا دیگه همینجوری قبول میکنیم. این سنگا هم جایزه برای اونایی که با ما بوده. بله خب خیلی هم خوب، خیلی قشنگ. و بله از دفعه دیگه میتونم اصلا عمودی خیلی بهتر میتونم بذارم این چیزها رو، چون بیشتر وسایل ها برای تلویزیون برای چیز عمودی ساخت شده، حتی نقشه و اینها. ولی باز من نمیفهمم چرا اینها این کار رو اینجوری انجام میدن. گفت باز نفهمیدم کجا به کجاست، نقل کجاست، زن پسرمه. اگر این پشت پرده رو میبینید، اگه بیاین توی فیسبوک نگاه کنید یا توی یوتیوب نگاه کنید، به جای این پرده این عکسی رو میبینید که پشتمون هست. به اینا میگن گرین سکرین یا
به اصطلاح صحنه‌های سبز که قبلا آبی بودن به خاطر چشم آبی این آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها کردنش سبز و کامپیوتر این سبز رو تشخیص نمیده، میتونه یه عکس بذاره روش. بله خیلی ممنون. شیدا خانم، شیدا زند، از کدوم زندا هستین؟ زندای لرستان یا زندهای فارس؟ ما با زندپور هم فامیل هستیم. یه سرهنگ زندپور هم بود، متاسفانه اومدن کشتنش، همین مجاهدی. خب دوستان ببینید، برنامه که میخوان اجرا کنید سرتیتر بنویسید که یادتون باشه راجع به چی میخوان حرف بزنید، وقتی صحبت کردید خط بزنید، بعد قشنگ جلو دوربین پارش کنید که صدای پاره شدن کاغذ رو هم دوستان بفهمن، بریزیدش سطل آشغال و برید برای برنامه بعدی یا برید اون کارهایی که میخواین انجام بدید. من به غیر از این کار دو تا پوشه دارم، یه پوشه ای که نامه های چیز رو میذارم، یه پوشه ای که ویدیوها رو میذارم، عکس‌ها رو میذارم. این دوتا رو هم یه نگاهی بکنیم، بعدم نمیدونم الان چقدر وقته. باورتون میشه من یادم رفته برنامه رو ضبط کنم، استارت ریکوردینگ رو بزنم، مجبورم مال فیسبوک رو بعدن بگیرم و اینها دیگه. چون پیر شدی سوربی از میکده بیرون رو، ولی متاسفانه هرچی ما گفتیم آقا ما میخواییم بریم بیرون، دوستان کسی نمیان که جایگزین باشن، ما مجبور شدیم وایسیم. هی دوستان هم گفتن که البته خداییش بهتون بگم، از زمانی که من گفتم من دیگه نمیخوام برنامه داشته باشم، کمکی که دوستان کردن میتونم بگم قد تمام سالهایی بوده که من برنامه داشتم. یعنی از 2006 برنامه درست کن، برنامه به اینون بده، اینجا وایسا پشت کامپیوتر، پشت دوربین، پشت هر چیزی، پولی که توی اون 12-13 ماه، یعنی از سال قبل که من گفتم دیگه نمیخوام برنامه داشته، تا امسال بیشتر از همه اونا بوده. تشکر میکنم، ممنونم. بریم سراغ اینها. اولینش این آقای احمقی نژاد براتون بیارم، ببینید که اینا تا موقعی که خودشون مسئولن چه چیزایی میگن، بعد که میرن چه چیزایی میگن. یک لحظه احمقی نژاد براتون بیارم اینجا. آها اینجوری که میذاریم، این دوربین الان اومده جلو مزاحم ما شده، جلو مزاحم. شاید مردم میخوان لخ بیان تو خیابون. ای بر پدرت لعنت، توهین میکنه به مردم. ای بر پدرت لعنت احمقی نژاد، اگه پدر داشته باشی، اگرم نداشته باشی بر بی پدران لعنت که تام جز بشون میشی. من میارمش اینجا دوستان، از اول براتون شروع میکنم. کامرای 3، این شما و این هم احمقی نژادی که 8 سال ها تو اینستاگرام اینم نمیتونن چیز کنن. خب ببینید مثلا ما اگه راه بیافتیم میتونم اینم ببینیم، میام اینجا اینو کلیک میکنم، صفحه رو نشون میده. هی مهارتت باید زیاد باشه، هی باید تعداد آدم ها زیاد باشه. بذارید اینم بگم، چند وقت پیش من تلویزیونی که صحبت میکرد گفت یعنی چی میگید که در پوشش مردم آزادن؟ حدش کجاست؟ شاید مردم خواهن لخ بیان تو خیابون. بیم چقدر توهین میکنه به مردم. ما قبل از انقلاب هم بودیم، مردم لخت اومدن. الان در ترکیه، پاکستان، عراق حجاب آزاده، مردم لخت میان بیرون. چه توهین میکنه به مردم؟ تازه به شما چه ربطی داره؟ کی شما رو مأمور کرده کنترلش کنی؟ حکومت ها خودشون رو مسئول کنترل مردم میدونن، یعنی محدود کردن آزادی مردم، و این غلطه. فساد از اینجاست. چقدر فجایع اتفاق میفته در همین کنترل. آیا کی گفته شما کنترل کنی؟ آیا کی گفته شما صالحه به کنترلی؟ کی گفته کنترل شما مفیده؟ این ویدیو روی یوتیوب و اینها هست، روی توییتر هست، خودتون نگاه کنید و ببینید که این پدر سوخته ها چجوری نرخ رو، نون رو به نرخ روز میخورن. از طرفی یکی دیگه شون اومده بود میگفت که در همین آمریکا یه نفر رفت تو بانک، بهش گفتن نمیتونی با این لباس بیای تو بانک. در همین آمریکا یکی رفت سوار هواپیما بشه، لباس خیلی تنگ بود، گفتن نمیتونی. یه چند تا اتفاق اینجوری افتاده تو آمریکا. ولی اینی که یه دختری رو به خاطر اینکه روسریش یه کم رفته بود عقب، یه مسافر خاک بر سر که از کردستان اومده تهران، برادرش و باباش نمیدونم فامیلش رو ببینه، اینجوری ازش مهمون نوازی کردی؟ ای خاک بر سرتون. اون وقت همین احمقی نژاد در دوره 8 ساله کسافتش ببینید چه کسافت ها به بار آورد، حالا داره چی میگه. اینم از این ماجرا. خب ببینم دیگه براتون چی گذاشتم در فولدر لایو، اینو پاک کنم.
که از وجود خونه سرپتی ها در شیراز. اینو باز بزنم دوستان اینستاگرامی هم ببینن. آقای اکبری اگر بود الان میگفتیم لینکشو بذاره. حالا ببینیم چی میشه. من این رو روشن کنم. سلام و عرض ادب. سلام و عرض ادب. اینم یه چیز دیگه، تا حالا کدامتون دوستان رفتید خونه به بابا و مامانتون، به زنتون، بچه‌تون بگید سلام و عرض ادب؟ آقا سلام دیگه، اومدم. سلام و عرض ادب. این خونه رو میگن خونه سرپتی ها. حکایتش هم دیگه که سابقه یه خانواده توی خونه زندگی میکردند که تقریبا تو قید و بند حجاب برای اون زمان نبودن و به حضورتون که عرض شود راحت میمدن تو کوچه میرفتن، مثلا دلیل اشتیشون تطل اشخالیشون که میخواستن بیزنن بیرون برای شهردار بیاد ببره، راحت سرپتی میمدن رو پشت بون میرفتن خونه رو رسد میکردن. به این خاطر این خونه معروف بوده به خونه سرپتی ها. دوباره عموم عبداللوبک فیما بین انتهای زنگ سیاه اینجا هست. وقتتون بخیر. خلاصه این کاکا هم خیلی از من دیگه شیرازی تر بود. کسی که هنوز به سطل آشغال میگه دلی رشتی، من یاد داداش بزرگم انداخت که هنوز به اجاره خونه میگه قله، چون قله میدونید که اونایی که خونه اجاره میگه به آقای فرد یزدانی ما همجور زدیم ویو، ولی ایشون باید با دو دستی برش به اصطلاح ادای احترام کنیم. آقای اکبری اینجاست، اکبری شیرازی که اسم اکبری رو ازش گرفت چیز. بله خیلی از ممنونم، پیداش کردم گذاشتمش. این آقا هنوز به سطل آشغالی میگه دلی رشتی. دوستان توهین نباشه به رشتی ها، ولی قدیمی ها تو شیراز میگفتن رشت به زباله و اینا هم میگفتن رشت. چرا ریشهشو نمیدونم، اگه کسی میدونه بنویسه بگه تا منم یاد بگیرم. اینم از این بابت ممنون و متشکرم از آقای اکبری که این رو گذاشته بود و با ما شیر کرده بود و ما هم نشون دادیم. حالا ببینیم اینجا چه خبر دیگه چی داریم. و امروز یک کمی با عذر این گلو درد و آلرژی از حضورتون زودتر مرخص بشیم دیگه، شما دو ساعت سه ساعت علاف نکنیم. و اما مجموعه باغ ملی به این کاشی، این یه نفر رفته بود نوشته باغ ملی رفته. این خیلی مشکله آقای چیز، بیچاره بی خود نمیگفت آقای دکتر صدارت. بله دوستان بذارید من اینم اینجا نشون بدم برای اونایی که اینجا 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 کامرای سه. بله میخونم براتون دوستان این نوشته رو. نوشته در مجموعه باغ ملی به این کاشی برخوردم و به این فکر کردم که چقدر دردناک نیست که 99% مردم نمیدانند پروفسور رولند کیست. هنری یا هنری رولند یک بلژیکی بود که وکالت ایران را در دادگاه لاهه در ماجرای دعوای یا دعوی ایران و بریتانیا بر سر قضیه نفت ایران به عهده گرفت و موفق شد حکم دادگاه را به نفع ایران تغییر دهد. و چه بد که چنین شخصی که کار به این بزرگی و مهمی را انجام داد اسمش فقط همینجا ثبت شده، نه در تاریخ. اینجاست، آن هم زیر سیم دوربین‌های مداربسته. اولا اون اولاغی که این سیمو با این لوله خورتومی از این کاشی اینجوری رد کرده خیلی خر تشریف داشته. خب خود من کارهای سیمکشی انجام دادم، مخصوصا این نگاه کنید آورده وسط، این آوردهش پایین، در صورتی که اون یکی قبلی هر کی بوده زیرش آورده زیر این چیز، ببینید آورده زیر اینجا برده. خب اینو از اینجا که میتونست بیاره. بد سلیقگی دوستان، شما لازم نیست هنرمند باشی، شما لازم نیست فیلسوف باشی، بنا هم اگه باشی میتونی خوش سلیقه باشی، بنا هم اگه باشی میتونی بد سلیقه باشی، سیمکش برق هم باشی میتونی خوش سلیقه باشی یا میتونی بد سلیقه باشی، که این یکی از شانس آقای پروفسور رولن بد سلیقه بوده. و اما ببینم این یکی چی فرستاده یا چی نوشته. آره این تلفن هم حالا اومد جلو ما.
میگه قبر پیغمبر تو عربستانه، نوه و نتیجه هاش اومدن ایران، اون وقت قبر امام خمینی تو ایرانه، نوه و نتیجه هاش رفتن کانادا. اینم یه داستان خنددار، البته خنده تلخ من از گریه غم‌انگیزتر است، کارمون از گریه گذشته است، از آن میخندم. و اما داستان این دالایلاما کثافت رو دیدید که به شما نشون داد این مذاهب، ادیان، رهبرهای این ادیان و اینها هیچ فرقی با هم ندارن، همه سگهای زرد برادران شغالن. بچه رو میبوسه پسر رو، بعد میگه که زبونمو ساک بزن بمک. بعد خلاصه عکسش اونها اومد. البته باز اینا هنوز یه درجه به مردم احترام میذارن، اونم برای که پولشون و اینا رو بگیرن. میگه که بعدن عذرخواهی کرده، گفته به خاطر که به خاطر اون صدماتی که به این فامیل خورده و اینا، ما از خانوادهش هم عذرخواهی میکنیم. به به آقای احتشام زاده، آقا کجایی؟ سلام آقای سوربی عزیز، خوشحالم که میبینمتون، شاد و سلامت باشین. آقا این دوست مشترک اون آقای آیدین چی شد؟ هستش نیستش؟ شنیدودم آلزایمر گرفته بنده خدا، البته خب سنش بالا. خیلی ممنون آقای احتشام زاده، برنامه ما رو لطفاً از یوتیوب دنبال کن، تماس بگیر، اگه دوست داشتی باز با هم برنامه داشته باشیم. آقای یزدانی رو دعوت میکنم اگه خواست برنامه. آقای یزدانی شما هم اونجا که کار میکنی، میدونم شما هم زحمتکشی، کار میکنی، با افتخار دوتا بچه رو فرستادی دانشگاه و اینها با همه سختی ها، و من به هیچ کس نمیگم کارتو ول کن بی بشین برنامه بذار، ولی ساعتی که وقت داری میتونی شما آقای مجتبی واحدی رو نگاه کنی، الان دیگه زده به باغ و بستان با پیرن چروک و اینا میره میشینه، ریش نزده فلان، اینا که همیشه ریش داشتن، برنامه میذاره. شما هم تو ماشین هم که میشینی الان نصف تولیدات برنامه اینستاگرام تو ماشینه، طرف نشسته تو ماشین صحبت میکنه، اونو هم رو صفحات خودت بذار، اگه دوست داشتی برای ما بفرست، ما هم رو صفحات مردم تیوی میذاریم تا دوستان آشنا بشن با افرادی که همه عمرشون زحمت کشیدن، درس خوندن، فعالیت کردن، و من به نوبه خودم از اینها ممنونم و افتخار میکنم که دوست اینها هستم. آقای فرزاد یزدانی روی فیسبوک و اینستاگرام با نام فرد یزدانی میتونید پیداشون. و اما آیدین مردش متاسفانه. خب نه دیگه، نوبت هممون میرسه، ولی من دلم میخواست یه دفعه بیام اونجا ازش بپرسین راجع به اون 22 ماهی که ما اونجا بودیم با دوستان چقدر میرفتیم به اصطلاح فعالیت میکردیم، و بعد اومدیم اینجا دیدیم بابا اصلا این رضا پهلوی مرد عمل نیست. ولی آیدین به خاطر منافعش تا آخر اون با اینا در رابطه بود، دلیلش این همه فروش و خرید و مالیات چی میگن مال و اموال بود. دوستان اجازه بدین همینجا از حضورتون خداحافظی کنم، یا باشم اینجا ببینم چی از اقتصاد بید. نه اینم راجع به اسلام و اقتصاد و اینا دیگه، این چیزها رو من میگم آخه یه فیلم که برام میفرستن به طرف میگم شما این چیزها رو نمیدونستی تا حالا، میگه چرا میدونستم، میگم خب اگه میدونستی یه جوری به من داری به احترام میکنی، یعنی شما میدونستی من احمق بودم نمیدونستم. همه چیزهایی رو که میدونیم بذارید فعلا، برید اون چیزهایی رو که نمیدونیم پیدا کنید به همدیگه بگیم. دوستان مشکل اون چیزی که ما نمیدونیم اینه که رهبر کیه، برنامه چیه، کدومشون میخوان چه غلطی انجام بدن، و این کلمه چه غلطی خیلی درسته، چون بیشتر کارها که انجام میدن غلط. این آقای حامدی چیچه حامد اسماعیلیون گویا تازه گفته این منشور از داخل ایران نوشته شده، باورتون میشه؟ 6-7 نفر بیان جلو با این همه شلوغی و سر صدا، بعد یکی دیگه بنویسه به دستشون. سالها پیش این علی سرشار دیوانه، من از تلویزیون مردم، از تلویزیون رنگارنگ رفتم نیوجرسی با آقای سالار احمدیان، بعد به داور گفتم من دیگه اینجا کار نمیکنم چون شما دروغ گفتید به این هنرمند، گفتید بیاد اینجا قولش دادید، و وقتی این اومد گفتید نه من مجبور شدم وقت خودم بذارم فلان اینها. داور که زورش اومده بود چون آدم بیمنطق و چیزی هم بود، حالا مرده رفته، به هر کدوم از اینای دیگه گفته بود که مثلا شما بیا این چیزو بخونید راجع به سوربی، حتی بهبهانی که دشمن خونی من بود گفته بود آقا من که میدونم ماجرا چیه، من چرا بخونم نخونم. این احمق علی سرشار چون آدم بسیار ترسویه، اصلا همه زندگیش بله قربانه، از پدرش و اینا که
برادرش اینا که ارتش بودن و خدمت و اینا همه بله قربان بله قربان با ترس، این نامه رو داده بود دستشو این خون. ما که اومدیم گفتن آقا علی سرشار همچین چیزی خونده، گفتم خب تعجب نمیکنم، ولی توی کانون دیدمش. بعد گفت آقا ببخشید این داد دست من خوندم. گفتم من میدونم شما ذاتتون فکر میکنید چون مامورید معذور هستید، اون موقع که تو شهربانی بودید میزدید مردم رو فکر میکردید معذور و مامور هم چیز مزخرفی که میگید المامور و معذور، حالا هم که اومدی اینجا کار میکنی برای که یه ساعت برنامه مجانی بدن اینجوری. ولی من از تو یه چی میپرسم، اگه این داور روی این کاغذ نوشته بود که زن علی سرشار خرابه، تو میشستی بخونیش؟ آقا این جلو همه سرخ شد و اینها. گفتم پس ببین دروغ میگی، پس دروغ میگی چون داور داده بود بهت خوندی، چون تا از روز اول از من میترسیدی وحشت داشتی و بدت میمد. خلاصه بره به سلامت. دوستان عزیز روز روزگار بر شما خوش، خودتون باشید آزاد باشید و امیدواریم که به زودی یک حکومت دموکراسی در ایران باشه. مثلا آقای هموشنگ امیر احمدی میگه فکر این که تو 10 سال آینده شما تو ایران به دموکراسی برسید از مغزتون بکنید بیرون. به نظر من راست میگه. ما باید یه زیرسازی، یه فرهنگ سازی، آقای یزدانی هم یه مدت تو کار کامیون اینا بوده میدونه، شما نمیتونی بیای آسفالت بریزی یه جایی که کج موج و بالا پایینه، اینجاش چمنه اونجاش آبه، باید اول بولدوزر بیاد بشکافه، گریدال بیاد گریدال همه رو گرید کنه، بعد شن بریزن، بعد پکش کنن، بعد آبروش رو درست کنن، بعد آسفالت بریزن. شاه احمق اومد آسفالت ریخ رو چمن و روی بلندی و فلان و اینا، این شد. در اصلت هر کسی راجع به شاه میخواد طرفداری کنه بیاد تو تلویزیون بشینه با هم صحبت کنیم، ولی اینکه هی خانه زنک بازی کور بشه شد کور ننت بشه کور بابات بشه الاغ. من اومدم صفحه روزنامه زمان شاه نادان رو گذاشتم اونجا، خب یکی میاد میگه آقا نه ظفار سلطان نمیدونم قابوس دعوت کرده بود از شاه، میگم خب اگه اینجور باشه الاغ. خامنه ای هم میگه بشار اسد از ما دعوت کرده بود، خب اونا دعوت میکنن، اینا آدم نیستن بگن آقا من چرا بیام اونجا، چرا جوون ایران بیا تو سوریه کشته بشه، چرا جوون ایران بره تو ظفار کشته بشه، چرا ارتش بره ظفار بجنگه. این چراهایی بود که اون احمق نگفت به اینجا رسیدیم. پدر و مادر آخوندا شاه و فرح هستن. اگر شما با این حرف من مخالفید این گویا این میدان، بیان جلو با هم صحبت کنیم. روز روزگار بر شما خوش. اول از دوستان در چی اسمشه اینستاگرام خداحافظی میکنم، بعدا میام سراغ شما. دو خداحافظ دوستان، با امید دیدار. این اینستاگرام لایو 79 دقیقه. چجوری استاپ شو باید بزنم؟ میگم بابا استاپ دیگه، میگم میزنم رو لایو اینجوری جوری میشه، این نداره این خدا زده این نه بله زدم رو اون کورنر اند شد. اینم از این دوستان عزیز. بله اولش ما سر آخوندا گذاشتن من بمیرم بعد برم. چی میگه؟ میگه آخوندا گذاشتن من بمیرم، میگه آخوندا منتظرم که اکبری بمیره بعدم بره. نه انشالله در زنده بودنتون این اتفاق میفته. ولی آقای اکبری یه سوالی از خودتون بکنی، آخوندا 200 سال تو حکومت ایران دخالت دارن و اینا کجا برن؟ اینا که یه شب نابود نمیشن که. یه کمی باید عمیق‌تر فکر کنیم. صحبت‌های آقای هوشنگ امیراحمدی در رابطه با اون برنامه کلاب هاوس و بعدش صحبت‌های این خانم کوچه و بعدش دوباره صحبت‌های آقای امیراحمدی رو گوش کنید و ببینید چیه. اگر هم برنامه‌ای دارید میتونید در تلویزیون مردم نشون بدید، بگید ما خوشحال میشیم و کسی رو می‌خواید معرفی کنید باز بیشتر خوشحال میشیم که اونها رو هم داشته باشیم. روز روزگار بر شما عزیزان خوش، با امید فردایی بهتر و آیندهی روشن‌تر. مرسی که با تلویزیون مردم بودید.